درود فراوان خدمت دوستان عزیزم. تو این ویدیو میخواییم با هم بررسی کنیم کسانی که در روز گذشته اومدن و از طریق بورس کالا خودروی هایما خریداری کردن چقدر سود بردن. هایما این خودروی هستش که الان تصاویرش رو براتون گذاشتم و خب یک خودروی شاسی بلند تقریبا پرطرفدار هم هستش توی ماشین های شاسی بلند در حال حاضر در ایران طرفداران خودش را داره، بنابراین بازار خوبی هم این خودرو داره. و اما اینکه چگونه ما بیایم از بورس کالا خرید بکنیم، من قبلا براتون یک ویدیو گذاشتم که حالا آدرسش رو این بالا براتون میگذارم، اگر علاقمند بودید خرید کنید از بورس کالا میتونید اون ویدیو رو یک نگاهی بکنید و انشاءالله به سامانه جامعه مدیریت سفارش های کارگزاری مراجعه بکنید، ثبت نام بکنید و خریداتون انجام بدید. البته الان گویا یک محدودیتی گذاشتن برای خرید خودرو که حالا نمیدونم این محدودیت هنوز پابرجاست یا نه، چون حدودا یک ماه پیش گفتن که هر نفری یه بار فقط میتونه در سال این کار رو انجام بده. البته خب جای نگرانی نیست، بخاطر اینکه شما واقعا بخواید توی بورس کالا فعالیت کنین، چون سود خوبی داره. الان هم با هم میبینیم توی این ویدیو که چقدر افراد سود کردن. عرض کنم خدمتتون که بعد میتونید به اسم اعضای خانواده این کار رو انجام بدید و خب اونا رو توی این سامانه ثبت نامشون بکنید و خریدتون رو انجام بدید. خب اول قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه سری زدم به سایت دیوار و خودروی هایما S7 را من اینجا سرچ کردم و حالا قیمت های این خودرو مشخص شد. چند نمونهش رو اینجا با هم میبینیم. هایما پلاس مدل 1400 الانه رنگ سفید 955 میلیون، یعنی الان یک سال کار کرده، ماشین صفرم نیست و 955 میلیون در حال حاضر دو ساعت قبل زدن توی تهران برای فروش. باز این یکی S7 هستش، پلاس S7 1400 کار کرده 33600 تا 920 میلیون، اینم باز یک سال کار کرده، میبینید 920 میلیون. این یکی صفر هستش و عرض کنم خدمتون قیمتش رو میبینید بالای 1 میلیارد تومان هست. این هم قیمت، البته این موتورش توربو پلاس نیو 1401 هستش و بالای 1 میلیارده قیمت. این مدل 99ش را هم که میبینید 905 میلیون. یعنی میخوام بهتون بگم از دو سال قبل، یعنی مدل های دو سال قبل از سال 99 دو سال میشه دیگه، زیر 900 میلیون اصلا وجود نداره. 99 جا الان دارن میدن 905 میلیون، صفرش هم حدود 1 میلیارد، بالای 1 میلیارد. حالا اینجا احتمال داره یک کمی موتوراشون با هم دیگه پلاس و غیر پلاس و اینا در حد مثلا 45 میلیون اختلاف قیمت ها باشه، اون رو هم در نظر بگیرید. با این پیش فرض بریم سراغ این که ببینیم چقدر خریداران سود کردن. به نوشته سایت تابناک که در تاریخ 8 آبان، یعنی مال دیروز هستش، این خبر منتشر شده و اخبار خرید و فروش 7 آبان را زده که 7 آبان 300 تا هایما S7 مشکی و 200 تا هایما S7 سفید را اومدن تو بورس کالا عرضه کردن و پس از حدود 2 ماه دوباره ایران خودرو امروز 8 آبان این محصول را در به اصطلاح بورس کالا عرضه کرد. نشته که این بار 200 تا S7 مشکی و 50 تا S7 و 50 دستگاه S7 مشکی رفتن روی تابلو، تاریخ تحویلشون برای 38 روز دیگه، یعنی 16 آذر تحویل این خودروها خواهد داد بود با قیمت پایه 742.500 مشکیش رو آوردن روی تابلو. چقدر اختلاف قیمتی اینجا؟ حدوداً 250 میلیون، 200 الی 250 میلیون اینجا اختلاف قیمت داریم تو بازار آزاد، قیمتی که پایه معرفی شد و
یه مدل دیگه‌ش رو مجهز به جک برقی رو با قیمت 756 میلیون قیمت پایه رو گذاشتن و در نهایت 200 تا هایمای S7 مشکی روی قیمت 840 میلیون اینها فروش رفتند و حالا قیمت 811 میلیون هم داشتند، یعنی میانگین خرید حدوداً 811 میلیون انجام گرفته دیگه. بازم خیلی خوبه، یعنی 800 811 میلیون رو ببینید تا حالا اون قیمت بازار آزاد. تازه اینجا الان اعلام کرده که این خودرو در بازار آزاد 930 میلیون در حالی که تو سایت دیوار الان دیدیم که بالاتر از این قیمت ها هستش، ولی خب حالا این 930 هم حتی اگه ما در نظر بگیریم تا این 811 میلیونی که اینجا ما داریم تقریبا میشه گفتش که یه حدود 110 میلیون اختلاف قیمت داره. با توجه به قیمت نهایی برای خودروی مونتاژی ایران خودرو، مشتریان هایما سودی در حدود 188 میلیون تومان را از مسیر بورس کالا برای خودشون به جیب زدن و کسایی که توی این خرید بورس کالایی مشارکت کردن سود 888 میلیونی. البته خب اینجا 120 میلیون میشه، من متوجه نمیشم، شاید از قیمت پایه داره این را اعلام میکنه. در هر حال 50 دستگاه دیگه هم با یه قیمت دیگه ای اومده روی تابلو و این یکی اونا بود که جک دار بود عقبش این صحبت ها. اینا با قیمت 840 میلیون رفتن در حالی که تو بازار آزاد 982 میلیون قیمتشون و 142 میلیون افرادی که این ماشین رو خریدن تونستن سود کنن. خب برای 38 روز حالا ما میانگین همین 140 رو در نظر میگیریم. ببینید کسایی که اومدن خرید کردن 140 میلیون تقسیم بر 38 تقریبا میشه گفتش روزی 3 میلیون و 600 هزار تومان سودی بوده که برای افراد افتاده. و حالا شایدم تو اون تاریخی که تازه میان اینا این خود رو تحویل میگیرن قیمت بالاتر از اینها باشه، حالا من نمیدونم، ما فعلا قیمت روز رو داریم میگیم. با این وضعیتی که برای دلار هستش و برای خودرو هست و بالاخره اتفاقاتی که همیشه تو کشور ما میفته و قیمت ها سعودیه، قطعا شاید مثلا این افراد اگه اینو نگه دارن شب عید یا یه تایم دیگه خیلی بیشتر هم بتونن بفروشن. اونا رو اصلا در نظر نمیگیریم. اگه همین قیمتی که الان روی تابلو هستش و 140 میلیون هر کسی اینو سود کرده باشه توی 36 روز تقریبا 3 میلیون 600 هزار تومان روزانه این افرادی که خرید کردن از طریق بورس کالا تونستن سود ببرن. البته خب پیش زمینش این هستش که باید 840 میلیون پول نقد در حسابشون بوده باشه، یعنی اینجا دیگه قسطی یا اینجور چیزا نیست. یعنی همون موقع شما وقتی که میخواید خرید بکنی، چون معامله قطعیت پیدا میکنه و خریدتون باید انجام بشه، این پول رو بایستی داخل حساب بریزید. یعنی اگه مثلا میخوای هایما بخری دیگه باید مثلا شما 850 میلیون 900 میلیون تو حسابت بریزی و بعد اون مراحلی که گفتیم چجوری ثبت نام انجام بشه اینا بری سایت ثبت نام کنی و تو بورس کالا شرکت کنی بتونی خرید کنی. ولی اگر هم موفق بشی جزء خریداران باشی یه سود اینگونه هم تقریبا در انتظارت هست. بنابراین من فکر میکنم تقریبا سودش خوب باشه دیگه. یعنی خودرو معمولا ببینید ملک خودرو اینا چیزایی هستن که معمولا تو کشور ما با خریدشون که ضرر نمیکنه، مخصوصا اینکه شما وقتی داری زیر قیمت بازار با یه حاشیه امنیتی میخری، یعنی امنیتی بالاخره داری، قطعا به ضرر را نمیکنی اصلا. یعنی بالاخره اگه پولی داری که یه جایی گذاشتی و نمیدونی چی کارش بکنی در حد مثلا 800 900 میلیون الان هست، میتونه بررسی باشه توسط شما. نمیگم قطعا برو این کارا بکن، حالا 4 روز دیگه اومدیم و نمیدونم یه اتفاقی افتاد هایما شد نصف و بگی شما گفتی من هفته خریدم نصف قیمت شد دیگه، اینو من نمیدونم. با شرایط امروز به نظر من اگه کسی مثلا 800 900 میلیون داشته باشه که ندونه چی کارش بکنه، بد نیست شانس خودش رو تو بورس کالا امتحان بکنه، 30-40 روز دیگه ماشینش رو بگیره، نهایتاً یه کمی هم نگهش داره تا شب عید. شب عید هم حالا دیگه تو بهمن و اسفند و این اسفند و اینا فکر می‌کنم که با سود خیلی بیشتر ارزی میتونه بفروشتش، یا اینکه مثلا دوبار
بار بیاد این کارو بکنه. یعنی مثلا شما الان ماشین میگیری 38 روز دیگه 40 روز دیگه تحویل میگیری میفروشیش، دوباره این 800 میلیونه میاد دستت، موقع مثلا 1 میلیارد میاد دستت، 960 میلیون میاد دستت، حالا میری به نام یکی از اعضای دیگه خانواده، مثلا میری به نام همسرت، به نام پسرت، به نام برادرت، مادرت، یکی دیگه، دوباره یه همچی کاری انجام میدی و خب اون سری دومیه دیگه تقریبا نزدیک میشه تحویلش به عید و خب اون موقع که میگیری دیگه اون یکی بیشتر از این برات سود خواهد داشت و دو بار میتونی توی سال 1401 این کار را انجام بدی. در حال تصمیمش با خودته، من فقط معرفی کردم که کسایی که خریدن چگونه سود کردن. ممنون که توجه کردی، منتظر کامنت ها نظرات خوبت هم هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.